دوره ریویو میکنم. این شرایط رو داشته باشیم، من اشاره کردم که 4 تا رابطه رو میتونیم ارائه بکنیم. رابطی هستش برای بین X و X تیلدا و همینطور DFS و DFT. یه اشاره دوباره اجازه بدید بکنم. گفتیم DFS پریودیک شده DFT هست، DFT یک پریود DFS هست. و نهایتاً رابطه تبدیل تیلدا به مدول هم اشاره کردیم. گفتیم شما میتونید تیلدا رو بردارید بیارید روی آرگومان به صورت مدول درش بیارید. من این جلسه پیش بهش اشاره کردم. حالا اجازه بدید یه خورده بریم در مورد پراپرتی های DFT صحبت بکنیم. ما یه رپرزنتیشن معرفی کردیم، ما هم دنبال این هستیم هر وقت یه رپرزنتیشن ارائه میشد یه لیست پراپرتی ارائه کنیم دیگه. حالا اجازه بدید توی این سیکشن در مورد پراپرتی های DFT یه قدری صحبت بکنیم. من برای که در مورد پراپرتی DFT صحبت بکنم از یه ایده کمک میگیرم، از این ایده که DFS همون پریودیک شده DFT هست، یا به تعبیری از رابطه تبدیل تیلدا به مدول استفاده میکنم. چطوری؟ ما رابطه های در واقع پراپرتی های DFS را بلد هستیم، میدونیم DFS یه سری پراپرتی داره. من میام از رابطه تبدیل تیلدا به مدول استفاده میکنم، این پراپرتی های DFS را تبدیل میکنم به پراپرتی های DFT. شما همین روش من رو یاد بگیرید، از این بعد اگه یه چیزی روی DFS داشتید میتونید به DFT تبدیل بکنید و خیلی ساده این کار انجام پذیر هست. خوش قایم کرد. حالا این اگه بیاد ما جز لیست پراپرتی های DFS این را میدونیم. AX یک تیلده N بلوه BX دو تیلده N DFSش هست AX یک تیلده K بلوه BX دو تیلده K. خب من میام از این متد استفاده میکنم، این روش رو یاد بگیریم. من میام از تبدیل تیلده به مدول استفاده میکنم، همه جا تیلده ها رو در طرف این به مدول تبدیل میکنم. میشه AX یک، این در واقع برای هر N هم برقراره. AX یک تیلده رو برمیدارم به جاش مدول میذارم. خب کار دیگه که میکنم این هستش که نگاه میکنم به بازه که روش تعریف شده. این برای بازه 0 تا n منهای 1 و این هم برای k بین 0 تا n منهای 1 تعریف شده. خب حالا میام از این رابطه کمک میگیرم و این سمت رو ساده میکنم. چه شکلی؟ گفتن n محدود هست بین 0 تا n منهای 1، بنابراین باقی مانده تقسیم این تقسیم را n برابر میشه با خودش، پس میتونم به جای مدول n به n خود n را قرار بدم و به همین ترتیب برای دومی هم میتونم خود n را قرار بدم. در این سمت به جای k، چون k بین 0 تا n منهای 1 هست، k مدول n مقدار خود k را میگیره و بنابراین اینجا هم k و به همین ترتیب اینجا هم k قرار میگیره. بنابراین چیکار کردیم؟
از بله برای تبدیل DFS به DFT توی DFT من میتونم این را همیشه محدود بگیرم، کار رو بگیرم محدود. توی DFS پریودیک هست ولی توی DFT دیگه پریودیک هست. بله. بنابراین این روش رو ملاحظه کنین. من به کمک این روش یک پراپرتی روی DFS را تبدیل کردم یک پراپرتی روی DFT. این پراپرتی رو معادلن تبدیل کردم به یه همچین پراپرتی روی دی اف تی. پراپرتی دوم، اجازه بدید این رو هم من تبدیل کنم. این رو ما بلد هستیم توی دی اف اس برقرار هست. ایکس تیلدای ان توی دی اف اس این رابطه برقرار هستش که این میشه ان ایکس تیلدای منهای کا. من از همین ایده استفاده میکنم. ایده رو دوباره نگاه کنید. تیلده ها رو به مدول تبدیل میکنیم. بعد نگاه میکنیم به بازه‌ای که DFT و DFS روش تعریف شده. این n بین 0 تا n منهای 1 هست، بنابراین میتونم به جای این خود مقدار n را قرار بدم. این k بین 0 تا n منهای 1 هست، به جای این میتونم چیز خاصی قرار بدم؟ مدول منهای k و n. میتونی n منهای k قرار بدی، میتونیم خودش را قرار بدی، به هر حال ساده تر از، یعنی فرق خاصی نمی‌کنه. می‌تونید پراپرتی رو نگاه بکنی. کتابتون همین خودش رو قرار داده. شما می‌تونید خودش رو قرار بدین، می‌تونید این منهای کا قرار بدی. این یک پراپرتی میشه برای DFT. بله. آره، دقیقاً هم همین کارو می‌کنم دیگه. جدول DFS ها من به این کمک این ترفند دارم تبدیلش می‌کنم به جدول DFT. این یه پراپرتی DFT هست، اینجا ملاحظه کنید این پراپرتی DFT رو نوشته کتابتون. این پراپرتی DFS هست، من به کمک این روش تبدیلش کردم یه پراپرتی DFT. نگاه کنید توی کتابتون هم هست. xn DFTش هست nx مدول منهای کای n. من اینا درایو کردم به این صورت کتابتون اینها رو توی جدول آورده. اجازه بدید یه پراپرتی دیگه، دوباره یه پراپرتی DFS دیگر انتخاب بکنیم و من برش می‌گردونم. مثلا این پراپرتی رو من برش می‌گردونم به یه پراپرتی روی DFT. یه بار دیگه این x تیلده n منهای m dfs هست wn km x تیلده k. خب اینو بلدیم که یک پراپرتی روی dfs هست. میام تبدیلش میکنم پراپرتی روی dft. تیلده رو تبدیل میکنم به مدول، اینجا میشه dft، این سمت هم تیلده تبدیل میشه به مدول. تنها نکته این هستش که این سمت n و k محدود هستن توی DFT. بنابراین میتونم ساده سازی انجام بدم. این را نمیتونم ساده تر بکنم در حالت کلی. n منهای m مدول n ساده تر نمیشه، خودش میمونه، ولی اون سمت ساده میشه. k بین 0 تا n منهای 1 هست، بنابراین مدولش میشه خودش. پس این شکلی میشه. این یه پراپرتی DFTه. میگید نه، نگاه میکنیم توی جدول. نگاه کنیم. X مدول element های MN هست WNKM X K. پس دو استپ داریم. یک، تبدیل تیلده به مدول. دو، اعمال این بازه که روش N و K قرار داره. ویژگی بعدی رو هم اجازه بدید، این هم ویژگی مهمی هست، این رو هم من ثابت بکنم. این در حوزه DFS برقرار هست، تبدیلش می‌کنم به یک رابطه در حوزه DFT.
اولین کار تبدیل تیلدا به مدول. دومین کار محدود کردن N و K. خب برای این بیایم ساده کنیم. من ادامه کنم اولی ساده میشه. X یه که مدول N M ساده میشه. چم میشه؟ خود M. چرا؟ چون M بین 0 تا N منهای 1. بنابراین کلن ساده میشه به M. این چی در حالت کلی ساده تر نمیشه؟ n منهای m، n بین 0 تا n منهای 1، m هم بین 0 تا n منهای 1، این رابطه باید حساب بشه و مدولش گرفته بشه. از این ساده تر ما نمیتونیم انجامش بدیم. این سمت رو نگاه بکنید، این سمت k بین 0 تا n منهای 1 هست و این سمت دوباره باز k بین 0 تا n منهای 1 هست. هر دوتاشون ساده میشه و بنابراین به یه همچین رابطه خواهید رسید. این یک رابطه ای هستش برای DFT که از این رابطه مشابهی برای DFS حاصل شده. نگاه کنیم این واقعا درسته؟ ببینید کتابتون همینو به دست آورده. M از 0 تا N منهای 1، X1 F، X2 مدول N منهای M N، X1 کاریست. بنابراین یک روش یاد گرفتید که چطوری میشه پراپرتی های DFS رو تبدیل کرد به پراپرتی های DFT. کل اون جدول رو بکنم که همین روش میتونید بیارید کل این جدول قبلی را که توی درس سیگنال یاد گرفتید میتونید بکنم که این روش بیایید برش گردونید به پراپرتی های DFT که اینجا هست. کتابتون البته از این ایده تبدیل تیلدا به مدول ما استفاده نکرده، خودش رفته درایف کرده، ولی خب این ایده جالبی هست که شما میتونید ازش استفاده کنید. خب اما حالا پراپرتی درایف کردنش رو گفتیم، اجازه بدید خود دمده خودش هم صحبت بکنیم. DFT چند تا پراپرتی داره که اینجا ملاحظه میکنید. پراپرتی خطی بودن رو دارید ملاحظه میکنید. آه قبلش این نکته رو بگم، پراپرتی DFT یه شرطی دارن. شرط استفاده ازش این هستش که هر دوتا سیگنال ازشون یک DFT با یک طول گرفته بشه. یعنی که اگر سیگنال یک شما مثلا این شکلیه، سیگنال دوی شما هم این شکلیه، برای این دو تا سیگنال باید DFT یکسانی گرفته بشه، یا به تعبیری مثلا برای انهای از اینجا به بعد DFT گرفته بشه، اینجا صفر اینجا صفر باشه، یه انی بگیرید که برای هر دو تاش صدق بکنه و یکسان هم باشه. این پراپرتی ها برای این حالت برقرار هست. شما اگه دو تا DFT بگیرید که یکیش طولش یه چیز باشه یکیش یه چیز دیگه، این پراپرتی ها قابل اعمال نیست، باید هر دو تا اناشون یکسان باشه. برای خطی بودن دارید ملاحظه میکنید، این خاصیت دوگانی هست. xn x بزرگ این سمت، x کوچک این سمت. این خاصیت شیفتی حوزه DFT هست، یه شیفت خاصیه. این با این فرق داره، این با اون فرق داره. وقتی که بخوان به فرق این دوتا اشاره بکنن یه نامگذاری خاصی میکنن، به این میگن لینیر شیفت، به اون میگن سیرکولار شیفت. حالا اون چه شکلی هست من بعد نیست توی یک شکل نشونتون بدم اون چه شکلی هست سیرکولار شیفت. من میخوام این ایکس ان را به اندازه یه دو شیفت سیرکولار بدم، یعنی در واقع میخوام این را براتون حساب بکنم. در اون شکلی که اونجا دارید ملاحظه میکنید xn به علاوه 2 به این شکل خواهد شد، xn به علاوه 2 یعنی لینیرش معمولیش. چند تا هست؟ اینجا 0 1 2 3 اگه ایکس این اون باشه، ایکس این به علاوه 2 شیفتی که شما معمولاً بلد هستید یه همچین شکلی میشه.
اما xn به علاوه 2 چه شکلی میشه؟ xn به علاوه 2 این شکلی هست که اون سیگنال میاد شیف پیدا میکنه، یه چرخش هم میکنه، از انتها برمیگرده دوباره از اون سمت وارد میشه، یه شیفت چرخشی داره. این از اینجا میاد بعد از اون سمت برمیگرده، از انتها دوباره وارد میشه. این حاصل شیفت دو سیرکولار ایس هست. اینه. این دوتا هم کار نداشته باشه. این دوتا شکل کتابتونه، به درد من نمیخوره. از این رسیده به این. این حاصل شیفت سیرکولار هست. شیفت سیرکولار این شکلیه، شیفت لینیر این شکلیه. تفاوتاش چی هستن؟ این شیفت وقتی که شیفت پیدا کرده از انتها برگشته و در از اون سمت دوباره وارد شد. این هم یک شیفت دیگه هستش که برای سیگنال هایی که با دی اف تی کار میکنن ازش استفاده میشه. اما رابطه هفت، یکی از مهمترین رابطه هایی که دارید ملاحظه میکنین رابطه هفت هست که رابطه کانوولوشن هست. من لازم است در مورد این رابطه کانوولوشن خود بیشتر صحبت کنم. ما تا حالا توی این درس 3 تا کانوولوشن را در واقع شما بلد هستید و یاد گرفتید. من برای اینکه ریویو بکنم 3 تاشو می‌نویسم. اولیش سه تا کانوولوشنی هستش که شما در واقع قاعدتاً باید بلد باشید. دو تا اولش رو تالا یاد گرفتید، قبلا یاد گرفتید، این یکی هم همین الان براتون توضیح میدم. اسمشون، نماداشون، اول این نماد اولین کانوولوشنه، یه ستاره معروف. این ستاره که داخل دایره است نماد دومیه. این ستا این که دیگه ستاره نیست، یه ان و دورش دایره کشیده، نماد سومین کانوولوشن. اما نام ها به این میگن کانوولوشن، و یا اینکه بخوان در واقع بین این سه تا تمایز قائل بشن به این میگن لینیر کانوولوشن. به این میگن سیرکولار کانوولوشن یا پریودیک کانوولوشن. به این میگن ان پوینت سیرکولار کانوولوشن. این هم در مورد اسمش. پس لینیر کانوولوشن داریم، سیرکولار کانوولوشن داریم و ان پوینت سیرکولار کانوولوشن داریم. اما تفاوت‌هاشو این برای هر دو تا سیگنال دلخواهی قابل تعریف هست. این فقط برای دو تا سیگنال پریودیک با پریود یکسان ان قابل تعریف هست. این فقط برای دو تا سیگنال فاینایت دیوریشن قابل تعریف. یه بار دیگه، این برای هر دو تا سیگنالی قابل تعریفه، این برای دو تا سیگنال پریودیک با پریود یکسان n، این هم با دو تا سیگنال فاینال دیوریشن قابل تعریف است. اما تعریفاشون، ببینید سمت راست تعریفاشون هست که میگه چجوری باید حساب بشه. اولی از کی منهای بی‌نهایت تا مثبت بی‌نهایت قابل باید حساب بشه. دومی از کی 0 تا n منهای 1. این سامیشنش با این فرق داره، اینجا از منهای بی‌نهایت تا مثبت بی‌نهایت، این از 0 تا n منهای 1 هست. سومی سامیشن شبیه این هست، از 0 تا n منهای 1 هست، منتها عبارتی که حساب میشه اینجا x1 کا x2 n منهای کا مدول n هست، در صورتی که اینجا دیگه همون لینیر شیفت قرار گرفته. این لینیر شیفت هست، این سیرکولار شیفت. ببین ملاحظه میکنید برای این از لینیر شیفت استفاده شده و برای این از سیرکولار شیفت استفاده شده. این عبارت همین چیزی هستش که اینجا دارید ملاحظه میکنید. ببین میگن ان پوینت سیرکولار کانوولوشن. بله
از این باید کمتر باشم. بله. نه. سومی آره داره. آره اصلا من همین کاری کردم. من یه 5 دقیقه پیش همین کاری کردم. خب این هم این سه تا تعریفی که دارید ملاحظه می‌کنید، سه تا کامولیشن توی سه تا حوزه است، با هم دیگه فرق می‌کنه. وقتی میگن کامولیشن بعد نگاه کنید ببینید چی دارن به شما میگن. لینیر کامولیشن میگن، سیرکولار کامولیشن میگن یا ام پوینت سیرکولار کامولیشن. یکی از تفاوت‌های این با بقیه این هستش که این یکتا نیست. به تعبیری شما میتونید این داشته باشید، مثلا 8x2n میتونید این رو هم داشته باشید، مثلا 16x2n. n پای سیرکولار کامولیشن یک تا نیست، میتونید مثلا با 8 حسابش کنید یا با 16 حسابش کنید. در صورتی که مثلا برای لینیر کامولیشن دیگه کسی در مورد یک تاش بحث نمی‌کنه، لینیر کامولیشن همیشه یک تاست دیگه. اما اینا علارغم این شباهتی که دارن ملاحظه میکنید، یک شباهت خیلی مهم دیگه ای دارن تو حوزه فرکانس. هر ستای اینها فرم حوزه فرکانسشون شبیه. این حوزه فرکانسش فوریه هست، شما میدونید هست x1 که ای به توان j اومگا، x2 ای به توان j. این حوزه فرکانسش dfs که باز شما بلد هستید، هست x1 که k تیلدا در x2 ای k تیلدا. این حوزه فرکانسش DFT هست که هست X1K X2K. پس این حکم کلی رو ما یاد بگیریم، یادمون باشه. کانوولوشن هر مدلش که باشه، لینیر کانوولوشن، سیرکولار کانوولوشن یا N پوینت سیرکولار کانوولوشن، بره تو حوزه فرکانس تبدیل شه به ضرب. بله. نه خب از همین رابطه استفاده میکنید دیگه، چرا نمیتونید استفاده کنید؟ خب باشه، مشکلش چیه؟ تیلدا؟ تیلدا نماد پریودیک بودنه، نه؟ بله بله. آره بنابراین هر ستای اینها در حوزه فرکانسشون یکسان برمیگردن به یک چیز، به ضرب. خب اما من یه قدری بیشتر میخوام در مورد این کانوولوشن ها و ارتباطشون صحبت بکنم. از همه این ستا مشهورتر و اون که شما بیشتر باهاش کار کردید همون لینیر کانوولوشن اولی هست. یک از سوالای جالبی که میشه مطرح کرد، خیلی به نظر شما هوا گرم نیست؟ گرمه؟ تو داری؟ تو ناراحت میشی؟ من خیلی گرمم آخه. شما با اولیش آشنا هستید با لینیر کانوولوشن، با این دوتا یه قدری کمتر آشنایی دارید. سوالی که میخواییم مطرح کنیم سوال جالبی هست. سوال پرسیدن در مورد این که آیا میشه N پوینت سیرکولار کانوولوشن رو بر حسب لینیر کانوولوشن بیان کرد؟ یا برعه، یا یه سوال دیگه، آیا میشه این را بر حسب این بیان کرد؟ سوال. من میخوام این را بر حسب این بیان کنم یا این را بر حسب این بیان بکنم؟ ببینیم میشه؟ شما حداقل جواب یه سوالشو بلد هستید. شما بلد هستید. فکر کنم توی درس سیگنال یاد گرفتید که این را بر حسب این بیان بکنم. بلدی؟ چجوری بود؟ درست. x1 تیلده n سیرکولار کانوولوشنش با x2 تیلده n برابر بود با یک پریود x، یک پریود x یک تیلدای n لینیر کانوولوشنش با x دو تیلدای. درست. این روشی است که شما میتونید سیرکولار کانوولوشن رو تبدیل کنید به لینیر کانوولوشن. اما
حقیقت این هستش که این رو هم میشه بر حسب این بیان کرد. x1 n n پوینت سیرکولار کامول n پوینت سیرکولار کامولیشنش با x2 n برابر هستش با نمیدونم میتونید حدس بزنید یا نه، اجازه بدید من جواب رو البته بنویسم. حدسی دارید یا نه؟ درسته. این شکلی جواب. ایسه که اینو بگیرید لینیر کامولشنش کنید با ایس دو تیلده ی این. ایس دو تیلده ی این چیه؟ پریودیک شده ی ایس دو ی این. خب؟ منطقه به جواب روی ویندوی این نگاه بکن. اینا گفتیم اینا برای اینکه حساب بکنیم این شکلی این کار میکنیم. x1 رو یه پریودش رو میگیریم با کل x2 لینیر کامولیشن میکنیم. یک پریود x1 رو میگیرید با کل x2 لینیر کامولیشن روش انجام میدید. این شکلی. یک پریود این کامولیشنش با کل این. این همین شکلی هست. اولی رو بگیرید. اینا با عبارت بیان کنم. دومی رو با n پریودیک کنید. اولی را با پریودیک شده دومی لینیر کامولیشن بکنید. توی بازه 0 تا n من 1 نگاه بکنید. بقیه‌اشو بریزید دور. فقط اینجا رو نگه دارید. بقیه‌اشو بریزید دور. نه. حتما اونو باید پریودیک کنید. اینا اثبات میشه. اینا که الان من اینجا گفتم باید اثبات. اثباتش هم کار سختی نیست. بعد جایگذاری روابط هست. این روابط رو باید توی شبیه اینها جایگذاری کنید ببینید درست قابل انجام. اما بعد نیست یک مثال هم ببینید در مورد اینکه این چجوری انجام میشه. فرض کنید که من میخوام که n point circular convolution این سیگنال و این سیگنال رو ارائه کنم. n point circular convolution این و این x1 n n pointش با x2 این دوتا n‌ش هم اینجاست. این سیگنال از 0 تا n منها 1 مقدار داره، این هم از 0 تا n منها 1 مقدار داره، البته هم خیلی جا 0 و یک جا یک مقدار معینی 1 داره. بقیه جا هم 0 است. این رو هم دارید ملاحظه می‌کنید به این شکل. می‌خوایم این دو تا رو n پوینت سیرکولار کامولیشن انجام بدیم. چیکار می‌کنید؟ این را یا این را فرق نمی‌کنه، هر کدوم که دلتون می‌خواد. مثلا این را با n پریودیکش می‌کنید. اینو با n پریودیک بکنید. توی ذهنتون فکر کنم بتونید پریودیکش بکنید. با n پریودیکش بکنید. یک سری ضرب است با فاصله n از هم دیگه قرار میگیره. خب این رو با این پریودیک شده کامولوشن کنید. چه اتفاقی میفته؟ اینا ما تو ذهنتون دور انجام بدید. یه سری مثلثی کنار هم چیده میشه. توی بازه 0 تا n منها 1 به جواب نگاه کنید. اگر به توی بازه 0 تا n منها 1 به اون جوابی که توی ذهنتونه نگاه بکنید احتمالاً توی ذهنتون باید همین چیزی بیفته. من پیش بینی می‌کنم که تو ذهنتون یه همچین چیزی باشه. این حاصل n پوینت سیرکولار کانولوشن این و این هست. این شکل میانی رو اینم رها کنید. دوتا هم کتابتون از متدهای عجیب غریب استفاده کرده که بیشتر گیج کننده است و کمک کنن. این جواب n پوینت سیرکولار کانولوشن این هست. واضح بود یا اینکه من بله خب من همین کاری کردم دیگه. بله آره آره منتها یه فرق کوچولی داره. اینم این هستش که این روی سیگنال های اساسا پریودیک اعمال میشه، این باید خودتون یادش پریودیک کنید. خب این یک مثال. یک مثال دیگه هم بزنیم. این دوتا رو این دفعه میخوایم n پوینت سیرکولار کامولیشن کنیم. به جوابم نگاه نکنید. این دوتا رو میخوام n پوینت سیرکولار کامولیشن روشون انجام بدم. شما این دو تا مستطیلی رو لینیر کامولیشنش قبلا انجام دادید، بلدم هستید. دو تا مستطیلی وقتی لینیر کامولیشن میشن چه شکلی میشه؟ یه مثلث میشه. البته این گسسته است. حالا میخوایم لینیر کامولیشن ان پوینت سیرکولار کامولیشن چه حساب بکنیم این دو تا. چه کار بکنیم؟ همین ایده که اینجا هست. یکی رو نگه دارید، دومی رو با n پریودیک بکنید. خب اینا با n پریودیکش بکنید از هضم این هایبریدیتی مثلا این مقدارش میشه 1. خب
حالا اون رو با یه چیزی که از منهای بینایت و مثبت بینایت یک هست باید کامولشن بکنید. اگر کامولشن بکنید این رو با یه چیزی مستطیلی رو با یه چیزی که از منهای بینایت و مثبت بینایت یک هست میشه یه چیزی که از منهای بینایت و مثبت بینایت n. و نهایتاً توی استپ بعدی توی یک ویندو از صفر تا n منهای یک نگه دارید بقیه‌اش رو بریزید دور. این حاصل n پوینت سیرکولار کامولشن این دو تا. همونطور که به وضوح ملاحظه می‌کنید جواب کاملاً با جوابی که اونجا هست فرق می‌کنه. اون جواب لینیره، این جواب اند پوینت. حالا یک نکته جالب در مورد همین مثال وجود داره. میگه همین مثال رو بیایید با یه ان بزرگتری اند پوینت سیرکولار کامولیشن رو انجام بدید. بیایید با این ان اند پوینت سیرکولار کامولیشن رو انجام بدید. ان بزرگتره. ان برده جلوتر. بیایم دوباره این کار انجام بدیم. اولی رو نگه میدارم. دومی رو با n پریودیک میکنم. این دومی هستش که با n پریودیک شده. این در واقع x دو تیلدا هست. حالا این رو با این کامولیشن میکنم. لینیر کامولیشن. x1 n لینیر کامولیشنش با x2 تیلده n. یه همچین چیزی با این مستطیلی کامولیشن لینیر میشه. دقت هم کنید مقدار n رو برابر با 2l گرفته. اینجا تو این شکل نگاه بکنید n رو برابر با 2l گرفته. اگه این کار رو بکنید کامولیشن این با اون یه همچین شکلی میشه. و نهایتاً توی ویندوی صفر تا n-1 بهش نگاه بکنید. اگه توی ویندو نگاه بکنید یعنی این تیکه. باقیشو بریزید دور. جواب این شکلیه. همین چه؟ بله. آره، آره. بزرگتر میرفت دوباره گپ هم. آره، بازم گپ. تو جوابش ولی فرق نمی‌کنه چون تو ویندو نگاه میکنه. یک نتیجه‌ای که همینجا دارم من میخوام بهش اشاره کنم n پوینت سیرکولار کامولیشن یکتا نیست. شو شک دارید ملاحظه میکنید این یه دونه، اون مستطیلی هم یه دونه، اونم جواب بودا. منتها تفاوت اینه و اون این هستش که n‌شون فرق داره. پس این عبارت برخلاف لینیر کامولیشن که یکتا هست یکتا نیست. این یک نکته که من میخوام یعنی ازش استفاده کنیم. یک نکته دیگه هم که استفاده بکنیم میتونیم این شکلی بیانش بکنیم. من این شکلی بیان کنم. اگر این را به حد کافی بزرگ انتخاب بکنم میتونم لینیر کامولیشن را در واقع میتونم این پوینت را دقیقا بندازم روی اگر این به حد کافی بزرگ انتخاب بشه تو این مثال آره مطالعه چقدر میشه ما یه خورده بیشتر درمانش صحبت میکنیم یه قضیه میگیم ولی به هر حال میخوام این ایده رو داشته باشید. n رو شما به حد کافی بزرگ بگیرید میتونید کامولیشن لینیر رو اندازید دقیقاً روی n پوینت سیرکولار کامولیشن. بله. نه، طول چی رو؟ آره، برابر به اون مقدار n است. بله. آره. روی هم میفتن.
مزه از روی هم افتادی کجاست؟ نه هر دوتاشون دی اف تی، هر دوتاشون حوزه فاین دیوریشن. مثلا از حوزه فرکانس استفاده نکردم، همه جا تو حوزه زمان هستن. آره میشه اینجوری. خب این هم در مورد تفاوت کانولوشن ها که اشاره کردیم. بریم سکشن بعدی. من سه تا کانولوشن تعریف کردم، لینیر، سیرکولار و اند پوینت سیرکولار. توی سکشنی که ازش گذشتیم دیدیم که شما میتونید اینها را بر حسب این بیان بکنید. چرا ما این کار رو کردیم؟ او عقبی ها؟ دیگه من دارم زیادی؟ آنه خوبه گرمه بابا، گرمه دیگه. نه تو سرما میخوری اون وقت که جواب بابا تا بده. خب من این دوتا رو بر حسب لینیر کامونیشن بیان کردم. خب چرا این کار کردیم؟ ما بر حسب لینیر کامونیشن بیان کردیم. یکی از دلایلی که ما برای لینیر کامولشن بیان کردیم این هستش که شما رسم هندسی لینیر کامولشن خوب بلد هستی. بنابراین با این ایده که این دوتا تبدیل میشن به این، میتونی رسم هندسی این و رسم هندسی این رو هم یاد بگیری. در واقع اینجوری تبدیلش کردیم از رسم همین چیزی که الان اینجا اعمال کردیم. اما یه سوالی که معکوس پرسیده شد و مطرح شد این بود که آیا به عنوان نمونه میشه این رو بر حسب این بیان کرد؟ این سوالی بود که معکوس پرسیده شد. سوال، آیا می توان لینیر کامولوشن را بر حسب اند پوینت سیرکولار کامولوشن بیان کرد؟ چرا این سوال اصلا اهمیت داره؟ من فعلا جوابشو نمیدم، ولی توی ذهنتون باشه که این سوال باید جواب داده بشه. اصلا چرا یه کسی دلش میخواد این کار بکنه؟ صرفا بازی ریاضیه یا یه اهمیتی هم پشتش هست؟ من به این جوابشو بعدا خواهم داد که چرا اهمیت داره من بتونم لینیر کامولوشن رو بر اساس اند پوینت سیرکولار کامولوشن بیان کنم. اما فعلا دنبال جواب بگردیم. دنبال جواب این که لینیر کامولوشن را بر حسب اند پوینت سیرکولار کامولوشن بیان بکنیم. ما در حالت خاص حداقل یک پیش زمینه توی ذهنمون داریم. اونم این هستش که همونطوری که اون طرف تخته من نوشتم، شما میتونید در یه حالت خاصی این و این رو با هم دیگه برابر قرار بدید. دیدید کافی است من چیکار کنم که این دوتا برابر بشن؟ اینو بعد کافی بزرگ انتخاب بکنید. بنابراین حداقل یک جواب اینجا، حداقل یه چیز دستمون هست. اگر این به حد کافی بزرگ باشد این مساوی میشه با این. جستجوها در جهت این صورت گرفت که مسئله سختی البته نیست، در جهت این صورت گرفت که این حد کافی بزرگ یعنی چقدر که من بتونم یه همچین کاری رو انجام بدم. نتیجه این بررسی ها همونطور که اشاره کردم کار سختی هم نیست، منجر به یه قضیه شد. من قضیه رو بیان میکنم. قضیه این
بله ببخشید. بله بله اینو خواهش می‌کنم تصحیح کنید. پی او ال. این قضیه در واقع فراتر از اون سوال ما رو جواب میده. داره بررسی می‌کنه که لینیر کامولیشن و اند پوینت سیرکولار کامولیشن کلاً کجا برابرن. شرط نمیذاره که میخوام همه جا برابر باشن. میگه من هر کجا که برابرن رو پیدا می‌کنم. فرضش میگه فرض کنید x1 دوره محدود بین 0 تا l منهای 1 یعنی طولش l، x2 هم بین 0 تا p منهای 1 یعنی طولش p. این دوتا رو اومده لینیر کامولیشن روشون انجام داده، یکی طولش 0 تا l منهای 1، اون یکی طولش 0 تا p منهای 1. این دوتا رو اومده و لینیر کامولیشن روش انجام داده. لینیر کامولیشن که ما همیشه مجاز هستیم انجام بدیم، برای این دوتا اومده لینیر کامولیشن انجام داده. گفته حاصل لینیر کامولیشن روی این ویندو برابر با حاصل n پوینت سیرکولار کامولیشن روی همون ویندو هست، مشروط بر این که شما n را بزرگتر از ماکسیموم p و l بگیرید. حالا من از این قضیه استفاده میکنم. این قضیه اولا باید اثبات بشه، من اثبات نمیکنم. منتها اثباتش کار سختی نیست، میتونید بررسی بکنید توی منزل اگه دلتون خواست و ببین اثبات واقعا قابل اثبات هست. اما حالا من میخوام از این قضیه استفاده کنم. من میخوام قضیه رو شما یک جوری اینی به من انتخاب بدید که من مطمئن باشم دیگه همه جا ان پوینت سیرکولار کامولیشن برابر با لینیر کامولیشن. اینو بعد چند بگیریم که همه جا من دیگه مطمئن بشم که این برقراره، یعنی دو تا همه جا مساوی هست. اینو برابر با چی بگیرین؟ L به علاوه P منهای 1. چرا این کار میکنی؟ درست میگن دوستتون. ببینید ویندوی که برابر هستن این ویندو هست. شما باید این ویندو رو کجا بندازید؟ برای که من ببینم کجا باید بندازم، باید ببینم لینیر کامولیشن این دوتا کجا قرار میگیره. این لینیر کامولیشن ایناست. از اینجا هست تا N به علاوه مزد خواهم L به علاوه P منهای 2. شما اگه این ویندو رو بیارید یه جوری بندازید که اینجا رو بر در بر بگیره، اون وقت ما مشکلمون حل هست. یعنی ویندو این حد و این حدش بیفته اینجا. اگه هر دوتا رو بتونیم بندازیم که خیلی عالی هست. برای اینکه این حد رو بندازم روی صفر کافی هست این رو بگیرم. اینجا اگه مساوی با صفر باشه
این باید برابر باشه با ال به علاوه پی منهای 1. اینجا هم اگه برابر باشه با ال به علاوه پی منهای 2 باز به همین جواب میرسی. پس هر دو تا حد ارضا میشن اگر که n برابر با l به علاوه p منهای 1 یا بزرگتر البته باشه دیگه، یا بزرگتر. پس این جواب ماست. من نتیجه رو این شکلی بنویسم. نتیجه و من به این ترتیب لینیر کانوولوشن را بر حسب این پوینت سیرکولار کانوولوشن بیان کردم. خب اما حالا بریم در مورد این سوال دوباره صحبت کنیم. من کاری که می‌خواستیم انجام بدیم انجام دادیم دیگه، یکی رو بر اساس اون یکی می‌خواستیم بیان کنیم که نوشتیم. الان دارید ملاحظه می‌کنید من هر دو تا رو بر اساس هم دیگه بلد هستم بنویسم، این پوینت رو بر اساس لینیر، لینیر رو بر اساس این پوینت، هر دو تاش بلد هستم. اما حالا سوالی که مطرح کردم دوباره بپرسم و حالا شروع کنیم جواب دادن بهش. من گفتم چرا من دلم میخواد که لینیر کانوولوشن رو بر اساس اند پوینت سیرکولار کانوولوشن بنویسم؟ چرا دوست داریم این کارو بکنیم؟ بله. دوستتون دارن درست میگن. من یه جور دیگه همین بیان دوستتون ارائه کنم. ایکس یک این کامولیشن با ایکس و این اگر ثابت بشه برابر با این هست، من توی پراپرتی های این حالا این رو دارم، این برابر با دی اف تی اینورس ایکس یک کا در ایکس دوی کا. من اینو نمیتونم مستقیما بنویسم برابر این، اینو بعد اول ثابت کنم برابر اینه که الان ثابت کردیم، بعد اینو من میتونم بنویسم مساوی با این. بنابراین نتیجه نهایی این هستش که من ثابت کردم که x1 n لینیر کانوولوشنش با x2 n برابر با dft اینورس x1 k در x2 k. این همون چیزی هستش که عنوان سیکشن هست، لینیر کانوولوشن یوزینگ دی اف تی. لینیر کانوولوشن رو من به کمک دی اف تی بیان کردم. دلیل اینکه میان و این کارو میکنن استفاده از این رابطه هست، یعنی برای اینکه کانوولوشن رو بیان به کمک دی اف تی حساب بکنن این قضیه به کار میره. من الان بذارید یک یادآوری از چیزایی که قبلا بلد هستید رو بکنیم. ببینید فرض کنید دو تا سیگنال فاینایت دیوریشن x1 و x2 n رو به شما دادن. خب از شما خواستن لینیر کانوولوشن اینا رو حساب کنید. من سه تا راه جلو پای شما میذارم و بعد در مورد این سه تا راه و تفاوتاش صحبت میکنیم. راه اول، راه اول این هستش که x1 n رو گفتن لینیر کانوولوشن حساب کنید. باشه این شکلی حساب میکنم. سامیشن رو میام حساب میکنم، دونه دونه اینا در اون ضرب میکنم، اینا در اون ضرب میکنم، همینطوری ضرب میکنم، آخر سرم جمع حساب. روش اول. روش دوم، یه نفر گفته این دوتا رو کامولوشن حساب بکنید، میام این کار میکنم. چیکار کردم؟
از اولی فوریه گرفتم، دومی هم فوریه گرفتم، در هم ضرب کردم، از حاصل ضرب عکس فوریه گرفتم. باز ادامه می‌کنیم برابر کانوولوشن دیگه. اینم راه حل دوم. اما راه حل سوم، از اولی دی اف تی میگیرید، از دومی دی اف تی میگیرید، در هم ضرب میکنید، از حاصل عکس دی اف تی میگیرید. اینم راه حل است. پس برای محاسبه لینیر کانوولوشن شما سه تا روش دارید. این سه تا روش از نظر ریاضی یا تئوری فرق آنچنانی با هم ندارن. هر سه تاشون داره تو تئوری یه چیزا حساب میکنه. اما از نظر عملی یا پرکتیکال سه تا خیلی با هم فرق دارن. یه دونه از اینا هستش که از نظر پرکتیکال اصلا قابل اجرا نیست، اصلا هیچ، میذارنش کنار. کدومه؟ دومی نه، اصلا کاری بهش ندارن، پرکتیکالی کاری بهش ندارن، هیچ، این فقط تو تئوری میمونه. بین چرا این اصلا کاری ندارن؟ به خاطر این یه چیز پیوسته هست، باید پیوسته حساب بشه. این کار اصلا کار پرکتیکالی نیست، روی کاغذ میتونید انجام بدید اما تئوری اون میمونه. این و این باید یه مقایسه بین محاسبه دی اف تی به کمک این روش، محاسبه کانوولوشن مثلا به کمک این روش و این روش صورت بگیره. میشه نشون داد با توجه به الگوریتم های خاصی که برای محاسبه دی اف تی وجود داره، خیلی وقتها این افیشنت تر از این است. من نمیگم همیشه ها، همیشه افیشنت تر نیست، اما خیلی وقتها این روش افیشنت تر است. یعنی حتی از روش مستقیم هم افیشنت تره که بیایید دونه دونه ضرب کنی و جمع کنی. به نظرتون خیلی ساده میاد، چیز سختی هم نیست، واقعا ساده است، اما این دیگه خیلی خیلی ساده تر میشه. حالا چرا این خیلی خیلی ساده تر میشه؟ به خاطر اینکه ما یه سری بلوکی توی فصل آینده یاد خواهیم گرفت، بلوک محاسبه کننده دی اف تی. توی فصل آینده یاد خواهیم گرفت که این بلوک که یک بلوک محاسبه کننده دی اف تی هست، یک بلوکی هستش که بسیار ساده و با حجم محاسباتی خیلی کم قابل پیاده سازی هست. به تعبیری چون خیلی ارزونه، حالا به تعبیر من خیلی دارم سادهش میگم، چون خیلی ارزونه، ما به جای اینکه این رو محاسبه کنیم، میایم به کمک این بلوک از این روش کانوولوشن رو حساب میکنیم. این رو در واقع چجوری حساب میکنیم؟ میگیم x یک n، این بلوک ارزون رو میذاریم، x2 n، دوباره این بلوک ارزون رو میذاریم، این دوتا رو در هم ضرب میکنیم، این بلوک ارزون دیگه هم میذاریم دوباره، اینورس دی اف تی. کلش رو نگاه بکنی، کلش خیلی وقتا خرجش کمتر میشه، کاست و هزینهش خیلی کمتر میشه. اینم دلیل این که ما دنبال این روش هستیم. بله. نفهمیدم سوال. احتمالا شما طول دی اف تیتون رو کم گرفتید. آره، بیشتر بکنید حل. پس این هم مبحث لینیر کانوولوشن یوزینگ دی اف تی. خب ما بنابراین بنابراین این نتیجه که دارید ملاحظه میکنید، برای این ان تونستم لینیر کانوولوشن رو بر حسب ضرب و توی حوزه دی اف تی بیانش بکنم. و خیلی هم از نظر پرکتیکال همونطور که اشاره کردم از این روش استفاده میکنن. یعنی کانوولوشن وقتی میخوان بگیرن از این روش استفاده میکنن، از دوتا دی اف تی میگیرن ضرب میکنن، اینورس دی اف تی میگیرن، میشه کاموش. اما یک مثال پرکتیکالی که ممکن هست رخ بده، یه مثال شبیه این هست. این مثال چیه؟ این یک مثالی هست که توی اون میخواد یک سیگنالی مثل این را که طولش خیلی خیلی زیاد هست، مثلا یه سیگنال صوت، اسپیچ، یه همچین چیزی، بیاد به کمک یک فیلتر که پاسخ ضربش نسبتاً کوتاه و یه سیگنال مثالی همچین شکلی هست حساب بکنه.
ما میخوایم این فیلتر رو روی این سیگنال اعمال بکنیم. در واقع میخوایم xn convolution با hn را حساب بکنیم. اگر که xn طولش یه طول فیکس معینی بود، من کمک اون قضیه مشکلی نداشتم. این طولش معینه، اون یکی هم طولش معینه، از اون قضیه n را انتخاب میکنید و به کمک این رابطه convolution رو میتونید حساب بکنید. اما توی این مسئله که xn طولش خیلی زیاد هست یا به عبارت دیگه نامعلوم هست، میخواییم باز هم از اون قضیه استفاده بکنیم و از مزیت DFT کمک بگیریم. اومده یک روش رو اشاره کرده که به کمک اون روش میتونه از اون قضیه برای این حالت که متفاوت از شرایط قضیه هست هم استفاده کنه. بهش میگه روش بلاک کانولوشن. چیکار میکنیم؟ میخوام در مورد روش بلاک کانولوشن صحبت بکنیم. میگه یک L انتخاب بکنید، سیگنال XN تونا به تیکه های به طول L به فاصله L از همدیگه بشکنید و تیکه تیکش کنید به یه همچین شکلی. X0N تیکه L های اولش هست، X1N L های دوم، X2N L های سوم و به همین ترتیب. در واقع XN شما این شکلی میشه. XN رو من شکستم به چند تا تیکه یا بلوک. منتها چون صفر اینها رو دقت کنید، صفر اینها، صفر اولی اینجا هست، صفر دومی رو برده ال تا جلو و صفر سومی رو برده دوباره دو ال تا جلو، من برای اینکه این جابجا کردن محل صفرها جبران سازی بشه به صورت شیفت بیان کردم. XN تون برابر با جمع این سه تا هست شکل قبلی. اون سه تا رو شیفت بدید، اولی که هیچی، دومی به اندازه ال تا، سوی منوزه دو التا و همین ترتیب به اون xn تون خواهید رسید. خب من میخوام xn convolution با hn را حساب بکنم. این عبارت رو کافی هست convolution کنید با hn. اما از ریاضیات درس سیگنال بلد هستید که اینو میتونم این شکلی بنویسم. از ویژگی های کامولوشن بلند هستید دیگه. xn من های L کامولوشش با hn هست، xn کامولوشش با hn که n را بذارید n من های L. خب حالا میایید و قضیه را برای هر کدوم از این جزئهایی که اینجا دارید ملاحظه میکنید اعمال میکنم. یعنی این را، این عبارت را به کمک DFT حساب میکنید، این عبارت را دوباره به کمک DFT حساب میکنید و به همین ترتیب. الان خیلی ساده میتونم از این استفاده بکنم. چرا؟ به خاطر اینکه الان xn که طولش مشخصه، x0n هم طولش دیگه خیلی کوچیک و مشخصه و بنابراین تک تک اینها رو میتونی از این رابطه استفاده بکنی. بله. طولش چی باشه؟ بله خب. آها این باید جواب درمش صحبت کنم. بله میگم الان صحبت کنم. این ستا را حساب میکنید و بعد با هم دیگه جمع میکنید. من اگه بخوام از نوتیشن کتابتون استفاده بکنم، حاصل این هست وای صفر این، این برابر با وای صفر n، این هست وای یک n و این هم وای دوی n و بقیه.
که وای صفر این اینجا کتابتون رسم کرده، وای یک این، وای دو این. بنابراین جواب نهایی میشه وای صفر این به علاوه وای یک این، را باید اینش رو بذاری این منهای ال به علاوه وای دوی این منهای دو ال و تمام. بله ال ال خواهد. نه این چیز کرده، این صفر آورده اینجا، اینجا صفر. اگه صفر اینجا بود من باید نوتیشنم رو عوض میکرم، ولی الان همه چی منطبق با کتابه، یعنی اون و این با هم دیگه انطباق داره. بله این تا چی رو جدا میکنن؟ خب تا زمانی که تو ورودی داری باید خروجی هم ارائه کنی، تا زمانی که ورودی میاد شما باید خروجی ارائه کنی، تا هر موقعی ورودی میاد باید این پروسه انجام بشه. به این روش میان اصطلاحاً بلاک کانولوشن، کانولوشن بلوکی، روشی که یه دونه رو نگه داری اون یکی رو تیکه تیکه کنی، بعد تیکه تیکه کانولوشن ها رو با هم دیگه جمع بکنی. ریاضیاتش نوشتم، کار سختی نیست، دارید جوابش هم اینجا ملاحظه میکنید، کتابتون ارائه کرد. اما یکی از سوالایی که دوستان تو نقل مطرح کردن و مطرح هست این هست که همونطور که دیدید ال اختیاری هست. سوال ال چند باشه خوبه؟ این سوال مهم پرکتیکالیه. از نظر ریاضی فرقی نمیکنه ال چند باشه، اما از نظر پرکتیکال فرق میکنه که ال چه مقداری باشه. من اگر ال رو خیلی خیلی زیاد انتخاب بکنم یه سری مشکلاتی داریم، ال رو خیلی خیلی کم انتخاب بکنم یه سری مشکلات دیگه داریم. میتونید برای هر کدوم مشکلات اونو بگید؟ اگر ال رو خیلی خیلی زیاد انتخاب کنم چه مشکلی پیش میاد؟ ها؟ عملاً آره، اگر ال رو خیلی خیلی زیاد انتخاب کنی انگار اصلا این متد اعمال نکردی دیگه. ولی خب الان ایرادش چیه؟ ایرادش این هستش که توی این قضیه ببینید خیلی خیلی افیشنت‌تر حساب میشه تو این نتیجه. اگر یه دونه سیگنال شما این شکلی باشه و یک سیگنال شما این شکلی باشه، این متد اگرچه که جواب میده اما متد غیر مؤثریه، یعنی افیشنسیش میاد پایین، یعنی حجم محاسباتیش بی خودی بالا هست. اگه طول یکی خیلی کم و طول یکی خیلی زیاد باشه، به همین خاطر شما اگه ال رو خیلی خیلی زیاد انتخاب بکنید یه همچین اتفاقی پیش میاد، یکی طولش خیلی کمه یکی طولش خیلی خیلی زیاد هست، این افیشنسی محاسباتیش میاره پایین. در مورد اینکه چرا این غیر مؤثر هست من صحبت نکردم، اما فقط دارم میگم این خیلی غیر مؤثر اگه همچین اتفاقی بیفته، دلیلش رو نگفتم. برعکسش هم همینطوری هست. اگر فرض کنید ال رو خیلی خیلی کوچیک انتخاب بکنید، در واقع یکی رو خیلی، این رو خیلی کم گرفتید، این رو در مقایسه با این خیلی بزرگ گرفتید، باز هم افیشنسی محاسباتی این خیلی میاد پایین. این افیشنسی محاسباتی زمانی میره بالاتر که این دوتا طولاشون تقریبا همردر باشن، تقریبا. بنابراین الان شما میتونید بگید ال مناسب تقریبا چه الیه؟ هولوش پی تقریبا. زمان نه، حجم محاسباتی منظور. بله برای یه همچین چیزی، مثلا اگه شما یه طول خیلی بزرگ داشته باشید، یه طول مثلا خیلی بزرگ داشته باشید یه طول خیلی کوچیک، محاسبه مستقیم کانولوشن افیشنت تره، یعنی محاسبه مستقیم منظورم این رابطه است. برای این دوتا این رابطه مناسب تره. تا این رابطه، هر دو تا رابطه قابل اعماله، هم از این روش هم از اون روش، منتها برای یه همچین حالتی این روش اتفاقا ساده تره تا اینکه دی اف تی بگیریم و ضرب بکنیم و اینورس بگیریم.
زمانی دی اف تی گرفتن عکس که من این اپریشن انجام دادن کار موثری میتونه باشه که این طول تقریبا اندازه هم دیگه باشه. خب اینم از بلاک کامل میشه. جواب سوالتون رو دادم دیگه ها؟ من پس آخر این سیشن شما در مورد دی سی تی هست که خب من الان وقتم کمه برای اینکه وارد دی سی تی بشم. اجازه بدین جلسه آینده بگم. مرسی.